من از طرف انجمن فرهنگی تبسم شما را یک بار دیگه خوش آمد میگم و تشکر از اینکه آمدین تا این خاطرات قشنگ در کنار هم رقم خورده شود. و همچنان از طرف شما اگرچند کسی ما را مستقیم نماینده خود تعیین نکرده، ما با چشم سفیدی میخواهیم که نماینده شما شوم از طرف شما از انجمن فرهنگی تبسم که هر از گاهی بسیار کارهای خوب فرهنگی را انجام میدن تشکر و سپاسگزاری کنم و از تمام اعضای این انجمن و همچنان از هیئت مدیره این انجمن سپاسگزاری کنم که هر از گاهی باعث و بانی همچین جلسات، همچین کنسرت های فعالیت های فرهنگی میشه تا ما و شما بتانیم غم روزگار را لحظات هم که شده فراموش بکنیم، از دغدغه روزگار و رینینگ و نمیدارم چی و چی فارغ شویم و بیاییم از موسیقی لذت ببریم. همین چکچگ قبل از اینکه ما بگویم انجام بدیم بخی آدم نگره خم بشن. یک گروه که اصلا نمیشه اونا رو با هیچ قالب تعریف کرد، متاسفانه چند سال هست، تقریبا 3 سال میشه که بر سرنوشت مردم ما و شما حاکم شده و هر نوع ظلم و جور و جفایی که در تصور آدم بگنجه اینا بر علیه مردم ما و شما انجام میده و این رقم تحقیری که مردم افغانستان در طول چند سال شده در هیچ زمانی در تاریخ شاید هیچ بشری هیچ گروه اجتماعی نشده باشه. اینا اقوام افغانستان را از حقوقشان، از حقوق شهروندی و سیاسیشان محروم کردند و از همه مهمتر زنان افغانستان که یک بخش بسیار مهم و کلان از جامعه افغانستان است، اونا را از اساسی ترین حق انسانی و بشریشان محروم کردند. اصلا در تصور انسانی نمی گنجه. یعنی امروز ما اگر در سطح جهانی نگاه بکنیم، بیش از 50 کشور در جهان وجود داره که اکثریت نفوسشان مسلمان هست و اسلامی هستند و در هیچ جای از کشورها با این حجم از تهجر، ظلم و استبدادی که بر علیه زنان افغانستان توسط طالبان میشه در جای دیگه صورت نمیگیره. بنابراین تحمل این شرایط بر ما و شما، بر همه ما و شما سخت است و روزگار ما و شما را هر از گاهی غمگین میسازد. بنابراین دوستایی که ممکن از طریق از این رسانه ها ببینن و معمولا نوشته میکنن که خب افغانستان در چی وضعیت است، شما دارین کنسرت میگیرین، خوش میگذرانین و فلان میکنین، اما دوستان عزیز بیاین یک مسئله را ایرا بگویم برای کسانی که مسئله را درک نمیکنه و این است که خود موسیقی، خود شنیدن موسیقی، خود شاد بودن در همچین وضعیتی یک شیوه، یک ابزار برای مبارزه با اینمی تهجری است که در افغانستان حاکم است. ما و شما باید به خاطر مبارزه هم که شده شاد باشیم و بر زندگی سلام بفرستیم. تا کسانی که این ظلم و استبداد و تهجر را بر مردم ما اعمال میکنند بفهمند که ما تسلیم شدنی نیستیم. درسته ما زور فیزیکی نداریم ولی زور فرهنگی داریم و ما تسلیم شدنی نیستیم. یک مسئله دیگه ای که هست این است که خب هزاره ها به صورت مشخص، یعنی مردم افغانستان مجموعاً همه ایشان از این ظلم و استبداد بی نصیب نماندن، اما متاسفانه هزاره ها به خاطر ویژگی های قومی، به خاطر که یک گروه قومی خاص هستند و اعتقادات مذهبی متفاوت دارند، قومیت متفاوت دارند، ما در طول این چند سال هست که شاهد حملات تروریستی نسل کشانه بر علیه این مردم صرف به خاطر قومیتشان، صرف به خاطر وابستگی های اعتقادی و باوریشان هستیم که عمق وحشت و بربریت و وحشت این گروه های را که این کارا را انجام میدن، همین آخریش در برچی بود که باعث کشته شدن چند نفر از هموطنان ما و شما شد. فردا روز یکشنبه 21 ماه جنوری قرار است که در اعتراض به این وضعیتی که برای هزارها جریان داره، یک اعتراض سراسری در سطح جهانی صورت بگیره که احتمالاً دوستانی که در اصل هستن اینا هم برنامه اعتراض دارن، ولی ما و شما میخواهیم که امروز شروع بکنیم. من شما جزانه تقاضا میکنم که به پا بخیزید و
می خواهیم که نمی اعتراض استاپ هزاره جنوساید را که فردا سراسری میشه، ما امشب از اینجا کلیدش بزنیم و از طریق رسانه ها به جهان مخابره بکنیم. هر مشکلی که هستن میخواد زنده باشن، زندگی کنن، شاد باشن. پنج دفعه میگه استاپ هزاره جنوساید، استاپ هزاره جنوساید، استاپ هزاره جنوساید، استاپ هزاره جنوساید، استاپ هزاره جنوساید. تشکر شما. ای آشنا در جمع ما خوش آمدی، ای مظهر لطف و صفا در بزم ما خوش آمدی، ای بلبل خوشخوان بخوان در وسط غرجستان بخوان، از نیل و ارزگان بخوان، خوش آمدی خوش آمدی. با درود و عرض احترام خدمت حضور فرهنگون آقا تقییه و بادهای سلامی به تعدد قطرات باران روی بیابان، نور ستارگان، مهر مادران، مثال تحکت شما عزیزان. خود و همه اعضای مرکز فرهنگی تبسم تشریف آوری شما آدم قدرت ملی کلامای هنر و فرهنگ سرزمین ما و یگانه یادگار و راهبر استاد شهید سرور سرخوش آقای داوود سرخوش را همراه با همکاران محترم هنریشان در کشور و خانه دوم ما یعنی کشور زیبای ناروی به خصوص شنبه هامار خوش آمدید میگویم. انجمن فرهنگی تبسم و حال آقای حسین پویا رفیق ما که یکی از اعضای انجمن اعضای هیئت مدیره انجمن هست و بسیار در چند روز همراه با تیم خود زحمت کشیدن، ایشان گفتنی هایی دارن که خودش گفته بسیار کوتاه و مختصر در حد 36 دقیقه. عزیزان امیدوار هستم خوب و خوش و صحتمند و سلامت و سرحال باشید. در این سرما دلتان گرم باشد. در تشکر از همه دوستان عزیزی که تا جایی که من اطلاع دارم از نقاط مختلف ناروی و حتی خارج از ناروی دوستانی تشریف آوردن، تشریف آوریتان را خیر مقدم میگوییم و بسیار خوشحال هستیم که در این سالون برای بار دوم در خدمت شما عزیزان و در خدمت داوود سرخوش عزیز هنرمند مردمی قرار داریم. دوستانی از تورنهایم تشریف آوردن راه دور، دوستانی از استاوانگر تشریف آوردن راه دور، دوستانی از اسلو و اطراف اسلو تشریف آوردن، مردم همتان گلباران. هرچند که سرما هست و برف هست، خب ما آرزو میکنیم که مردمتان گلباران باشد، زندگیتان پر از شادی و خوشی و لبخند. یک بار دیگر همه دانا خوش آمد میگم. تشکر. از داوود سخن به میان آمد. خب همه ما و شما میدانیم داوود چقدر خوب است، چی کارهایی کرده، اما یک چیز نباید فراموش بکنیم که داوود در این مسیر تنها نبوده. داوود یک رفیق داشته، یک یار داشته که در تمام خم و پیچ این تاریخ پر از درد و رنج ما همراهیش کرده و او چی بوده؟ دنبوره. ما میخواییم که همه شما علاقمند دنبوره هستیم و این آله موسیقی بسیار ضعیف و نحیف، این تارهایش در واقع تار صوتی جمعی ما بوده که از گلوی دنبوره در طول تاریخ فریاد زده شده. ما میخواییم در
در حسن دنبوره برای شما یک چند تا شعر بخوانم. الا ای دنبوره ای یار غارم، منظورش غار بغل کوه. الا ای دنبوره ای یار غارم، الا ای راوی رنج تبارم. بنال بنال از رازی که در سینه داری، بنال از رازی که در سینه داری، بنال از رنج مردوم دیارم. بگو بگو از سرگذشت آقا بیگم، بگو از ظلم رحمان ها به مردم عبدالرحمن، بگو از اوج پرواز شیرین ها میان دره های سبز گندم. الا ای دنبوره، الا ای دنبوره، دم ده دم تو، ما قربان صدای زیر و بم تو. الا ای دنبوره ای یار آذره، بیا قومای مرا جمع کو بسم تو. ما اگر حال پرسان کنم که داود چقدر دوست دارین، همه شما میگین که از ته دل. یک گفتن است، یک باید یک چیز را آدم در عمل ثابت بکنه که ما وقتی میگیم کسر یا هنگار حفظ میکنه، وقتی که خانه جارو میکنه یا متروانی میکنه، همراه از اون میخوانم و در ذهنش کم کم میشینه. من میخوایم از شما یک امتحان بگیرم، ببینم که واقعا چقدر داود بر حال انگیزه بگیره و بیا سر استیج دیگه مرا، یعنی شما را از شر من، نه اینکه مرا شر شما خلاص بکنه دیگه. بله، چون در افغانستان متاسفانه این گروه حاکمی که آمده همه چیز غمگین شده. شبهایش تیره و تار، روزش سرد و تیره و تار، کوچه هایش بدون موسیقی، ترانه نیست. بعض دمینج میگه که داود سرخوش میخوانه، میگه شبهای بی ترانه نمانه نمانه، شبهای زمانه نمانه نمانه. بلند بلند یادم آزار بسوزه بسوزه. اینجا اجرا بکنه داود سرخوش. شاید بسیار زونمون ایدم لرزه میگیره، نمیفهم کم دستوه ایدم سوست میشه. در حال امیدوارم که سلام های گرم ماره بپذیرین. خیلی خوش آمدین و به این شکوه و زیبایی باید نازید به درود فرستاد قربانتان. حق زیاد داده شده.